سلام، این قسمت دوم از مدل‌های مفهومیه. در قسمت اول من اومدم مدل‌ها براتون معرفی کردم و تعریف کردم تعریف مدل‌ها چیه و بعد من طبقه بندی مدل‌ها رو ارائه دادم. توی اونجا گفتم که مدل‌ها رو ما دو گروه طبقه بندی می‌کنیم، مدل‌های داخلی و مدل‌های خارجی. مدل‌های داخلی که در ذهنمون می‌سازیم و این چیزی نیست که ما دستش بزنیم، موضوع علم شناخته. و دوم مدل خارجی که به واقع به خارج ارائه میدیم برای اینکه به بقیه متوجه بشن که ما چه شکلی انجام میدیم. این بخش از قسمت مدلای خارجی شروع میشه. میگیم مدل خارجی رو دو گروه میکنیم، میگیم مدل فیزیکی و مدل مفهومی. مدل فیزیکی آن است یک فیزیک، یک موضوع فیزیکی رو ارائه میده، اون چیزی که در طبیعت به معنی فیزیک وجود داره. مثلا این مداد، این خودکار یک مسئله فیزیکی در طبیعت است. ازش عکس بگیریم میشه مدل فیزیکی این مقوله. مثلا من بنی آدم یک چیز فیزیکی هستم، تصویری که از من هست مدل منه، برمانده اون تصویر در کارت شناسایی من شناسایی میشم، اون مدل فیزیکی. مدل مفهومی مفهوم ها رو ارائه میدن. مفهوم ها چیزهاییست که ما میدانیم ولی در طبیعت نیست. مثلا شجاعت یک مفهومه، چیزی نیست که در طبیعت باشه. ما شجاعت رو میخوایم ارائه بدیم، میتونیم با یه شیر نشونش بدیم. به واقع شیر مدل استعاره شجاعت. در نتیجه این طبقه بندی ما در این بخش از مدل خارجی انجام میدیم و میگیم مدل های خلاصه میکنم مدل فیزیکی و مدل های مفهومی. مدل فیزیکی نمایشگر موضوع ها فیزیکی فیزیکی هست. عکس یک گاو، چون گاو یک موضوع فیزیکی است میشه مدل فیزیکی. مجسمه گاو مدل فیزیکی. عکسی که ما از اشعه ایکس میگیریم از دستمون، چون دست ما فیزیکه اون میشه مدل فیزیکی. عکسی که از یک کهکشان میگیریم، چون اون کهکشان یه دونه فیزیکه میشه مدل فیزیکی کهکشان. اینها مدل فیزیک هستن. و مدل فیزیک رو طبقه بندی میکنیم، اول به صورت عکس یا تصویر، میتونه به صورت ماکت یا مجسمه باشه، میتونه به صورت طرح یا اسکچ یا نقاشی باشه، یا حتی میتونه به صورت رسم فنی باشه. اینا همه فیزیک ها رو ارائه میدند. اما مدل مفهومی مفهوم ها یا مقوله های انتزاعی و نمادی رو نشون میدن. مثلا ارزش ها در یه چیز مفهومی هستن. قانون یک مفهومه، نوآوری مفهومه، سازمان مفهومه، مدیریت مفهومه، رهبری مفهومه، جهان‌بینی مفهومه، برنامه‌ریزی مفهومه. اینا چیزایی هستن چیز خارجی فیزیکی داشته باشن. این مفهومایی است که ما در ذهن می‌سازیم. مدل‌هایی که اینها رو ارائه می‌دهم میشه مدل مفهومی. چون ما در مقوله بعدی که وارد بشیم مثل بیزنس، مثل برنامه رسمی کسب و کار، برنامه اجرای کسب و کار، اینها با یه مقوله‌های مثل برنامه‌ریزی، مثل بازاریابی روبرو هستیم، باید بتونیم اینها رو به صورت مدل‌های مفهومی رو ارائه بدیم. به این دلیله که من روز مدل‌های مفهومی رو دارم اینجا می‌گیرم. از اون ور قضیه فراموش نکنید که استدلال بر این است که مدل مفهومی رسانه ی رنسانس نو هستند. هرچی که این بیشتر این مقوله رو متوجه بشیم، از یه طرف برای رنسانس نو رو بیشتر تکمیل کنیم، از یه طرف دیگه شاید امکانات بهتری برای درک این موضوعات داریم که چرا از این استفاده میکنیم، چرا از اون استفاده نمیکنیم، مشکلات این چیه، مشکلات اون چیه. باید شما تصمیم بگیری و بدونی که اینا مفهوم هستن. حالا این دو تا مقوله، مدل فیزیکی و مدل مفهومی، الزاما یه خط سیاه‌سفید نیستن، از هم جدا باشن، کاملا جدا میشن، هم پوشانی دارن. ما یه چیزایی هست که در ذهنمون میسازیم و بعد با اسکچ نشون میدیم، با نماد نشون میدیم. میتونه نماد این باشه یا مدل اون یکی باشه، ولی با هر سعی فرض میکنیم که اینا هم جداست. مثلا نقاشی یک گاو یه مدل فیزیکی است، اما نماد یا لوگو یا علامت یک گاو مدل مفهومی است، ولی در نهایت این دو با هم رابطه دارن. ولی فرض میکنیم که از هم جدا، یعنی دو تا تمرکز متفاوت داریم. و یا مدل فیزیکی در یه طرف می‌ذاریم، مدل مفهومی در یه طرف می‌ذاریم. می‌تونیم در بررسی مدل مفهومی از موضوعات فیزیکی استفاده بکنیم، مثلا شیر رو با سمبل شجاعت در نظر بگیریم، ولی تمرکز ما روی مفهوم ما شجاعته، نه روی شکل شیر. حالا می‌رسیم به کاربرد مدل‌ها. گفتیم که اولین کاربرد مدل‌ها تفکره. مدل‌ها ما کمک می‌کنن که به طور سازمان یافته و منسجم فکر کنیم و در این حال کمک می‌کنن که مدل‌های داخلی ذهنی خودمون رو تقویت بکنیم. اولین قضیه کاربرد مدل‌ها اینه که فکر کنیم. بنابراین من خیلی از چیز، حالا اینجا فرصتش نیست، برای خیلی از کلاسام میگم یه موضوعی رو میدم، اولین مقوله تفکر، و میگم این رو به صورت مدل در بیارید.
وقتی افراد سعی میکنن که به صورت مدل در بیارن، تفکر انجام میدن. وقتی مدلشون رو ارائه میدن، میبینید که چقدر این تفکرها متنوع و جالب. توجه اینجاست که بچه‌ها هر چقدر سنشون کمتر باشه، تنوعشون متفکرتره. برای اینکه آدم وقتی سنمون بزرگتر میشه، تفکراتمون شکل میگیره، قالب میگیره و از اون قالب‌ها خیلی مشکله برای اونجا داشتن. مثل اون قضیه علامت فدرال اکسپرس، یه ما یه چیزی رو در اون فلش دیدیم و دیگه از اون نمیتونیم ببینیم، خیلی برای اون مشکله. بنابراین مدل به همون کمک میکنه که ساختارهای ذهنی رو تقویت کنیم، دوباره برگردیم جای نو فکر کنیم، روشهای نو فکر کنیم انجامش. در نتیجه اولین کاربرد مدل ها تفکر، دومین ارائه در کاربرد مدل ها ارائه است. یعنی یه چیزی رو به من یه فکری دارم به یک کسی ارائه بدم. از اول این جلسه تا حالا من دارم به شما مدل ارائه میدم که بتونم فکر خودم رو ارائه بدم، بگم من چطوری فکر میکنم، اون فکر رو با شما مشارکت کنم، با شما شریک بشم. اول قضیه دارم از مدل استفاده میکنم. از موقعی که از رنسانس شروع کردم، پشت با مدل ها اومد. اگه خاطرتون باشه، مثلا وقتی من میخواستم بگم که داستان رنسانس شروع کنم، من اون از نقشه مارکوپولو شروع کردم برای اینکه شما ببینید چه اتفاقاتی افتاد. بنابراین از نقشه استفاده کردم تا اینکه بدونم بدون اون بیام همطور به صورت گفتاری بگم، در خاطرتون احتمال موندنش کمتر بود، حالا خاطرتون زیادتره. با مدل‌ها ادامه دادم، اومدم رنسانس رو نو رو با مدل‌ها ارائه دادم، تفکرم رو وسط جدول ارائه دادم، بعد اومدم در خود مدل از مدل مفهومی از خودش استفاده کردم. این کمک میکنه که من به من کمک بکنه که بتونم تفکر خودم رو با شما ارائه بدم. دوم، کاربرد مدل‌ها ارتباطه. فرق ارائه اینه که یه طرف است، ارتباط دو طرف است. وقتی که من اینجا هستم شما رو نمیبینم، بنابراین من دارم ارائه انجام میدم. وقتی من همین صحبت رو در کلاس ارائه میدم، میبینم صورت ها رو و ممکنه افراد حرف نزنن، ولی از چشماشون متوجه میشم که چقدر رنگ قضیه رو میگیرن. در نتیجه صورت افراد رو با ارتباط برقرار میکنه، یا صحبت از یا سوال میکنن سر کلاس. یعنی واقعا در اینجا من دارم یه ارائه انجام میدم، در حالی که وقتی که تو کلاس هستم ارتباط برقرار میکنم. سومین کاربردش استدلاله. من میتونم از طریق مدل ها استدلال کنم، همونطور که میشه با نوشته استدلال کرد. مثلا اگه خاطرتون باشه در داستان ناپلئون که براتون توضیح دادم، تمام داستان ناپلئون برای که یکی از استدلالای من بود که برخلاف تصور غالب که فقط رینار سرما ناپلئون شکست داد، ببینیم که تعداد تلفات در تابستان بالا زیادتره. بنابراین این واقعا تلفات رینار گرما ناپلئون شکست داد بیشتر تا رینار سرما. دو تاییشون شکستشون دادن، ولی رینار گرما خیلی قوی تر بود تا رینار سرما. شما بدون اون مدل تصور، این یه من حرفو میزنم، ممکنه باور نکنید. حالا یه تصوری دارید از این قضیه، البته میتونید برین تاریخ مطالعه کنید ببینید آیا درست هست یا نیست، ولی فرض میکنم درست باشه، میتونید الان یه تصور بهتری داشته باشید. یعنی چه؟ من میام برای این قضیه استدلال میکنم با مدل ها. هندسه یکی از قدیمی ترین علمه که با مدل ها استدلال میکنه، منتها استدلال هندسه بر مبنای مدل فیزیکیه. در فیزیکش مثلث نمادی است از یک موضوع فیزیکی، البته خود مثلث یه مفهومه، ولی درش مسائل فیزیکی رو نمایش میده. در نتیجه هندسه قدیمی ترین علم استدلالی است. علمای دیگه هم هست، اقتصاد هم همینطوره، دی ان هم همین شکله. اینا با مدل ها شما استدلال میکنید. دومی بررسی کار، پنجمین بر کاربرد مدل های مفهومی بررسیه. اجازه ما میده که چیزهای نوعی رو پیدا کنیم. فرق استدلال در اینه که ما میدونیم و من میخوام با شما نشون بدم. دومین قضیه اش اینه که ممکن من خودم هم ندونم، باهاش بررسی میکنم تا به یه چیز نو برسیم. و ششمین کاربرد مدل ها اجراست. به ما کمک میکنه یه چیزی رو اجرا بکنیم، مثل مدل چراغ قرمز سر چهارراه. مدل چراغ قرمز سر چهارراه نشون میده که کدوم از گروه از راننده ها باید بیستن، باید توقف کنند، و کدوم گروه میتونن حرکت بکنند. اگر این نبود چقدر اختشاش وجود میاد. بنابراین به واقع مدل چراغ رنگ قرمز بالای سر مغازه یه مدل ارتباطیه، میخواد جلب توجه کنه، در حالی که مدل چراغ قرمز یه مدل اجرایی، دستور میده. علامت راهنمایی دستوری هستند یا خطری وقتی گرد باشن اجرا میشه. و هفتمین کاربرد مدل ها آموزشه. ما از طریق مدل ها آموزش میتونیم بدیم. کاری است که من دارم الان انجام میدم. من دارم استفاده از مدل ها کل سیستم رو آموزش میدم. و آخرین هشتمین کاربرد مدل ها اینه که مدل ها به عنوان رسانه عمل میکنند.
یعنی یک سری مقوله ها رو منتقل میکنند. البته اینها با هم مشترکاتی دارن، میشه با هم اینجوری نیست که بینشون فاصله یعنی سیاه‌سفید باشن، و در این حال کاربردهای دیگه ممکنه مدل داشته باشن که من نمیتونم، یعنی ممکنه در آینده پیدا کنیم، ولی به حالت میبینید کار مدل ها به شدت کاربردهای متفاوتی دارن، موازی با گفتار یا موازی با نوشته یا کارهای دیگه همون کار رو انجام میدن، منتها مدل ها خیلی وسیع تر این کار رو انجام میدن. حالا آخرین بخش صحبت ما که برمیگردونه اینه که عملکرد مدل هاست به معنی رسانه. چه اتفاقی میفته وقتی مدل ها رسانه میشن یا ما از مدل ها به معنی رسانه استفاده میکنیم؟ مدل ها رسانه عمل میکنن تا یک پیام رو منتقل کنند. مدل ها میتونن موازی یا مکمل رسانه های دیگر مثل رسانه گفتار، نوشتار، شنیدار، دیدار باشند، و مدل ها مثلا میتونن استدلال باش انجام بشه و میتونه مکمل روش های استدلالی معمول باشه، و ما در میتونیم از روش های استدلالیش خیلی کاربرده دیگه ای بگیریم. این به انتها ما رو میرسونه به انتهای بخش دوم از مدل های مفهومی، و حالا آماده ما میشیم که ببینیم چه شکل از این مدل ها در برنامه بعدی، یعنی برنامه رسمی کسب و کار استفاده میکنیم.